سلام، من دکتر امین حسینی هستم و در این پادکست میخوام در رابطه با اختلال جنسی چشم چرانی یا وویریزم باهاتون صحبت کنم. اگه شما زن باشید شاید با افرادی مواجه شدید که در اطراف شما یا شاید اطراف خونتون پرسه میزنن تا شما رو دید بزنن. از خودتون میپرسین چه انگیزه‌ای در رفتار چنین افرادی وجود داره که باعث میشه خطر دستگیری رو بپذیرن و به این کار مبادرت ببرن. این افراد در اطراف خونه ها، پشت بام ها، در و پنجره ها پرسه میزنن تا بتونن زنان رو در حین تعویض لباس و یا در هنگام فعالیت های جنسی مشاهده بکنن. خیلی از این افراد دوربین هایی تهیه میکنن تا بتونن دیگران رو زمانی که آگاه نیستن دید بزنن. چنین افرادی به فردی که او را تماشا میکنه نزدیک نمیشه و خطری برای او ایجاد نمیکنه. اونا از اینکه پنهانی و بدون آگاهی قربانی اونها رو دید بزنن لذت جنسی میبرن. اونا در این حین و یا بعد از تماشاگری جنسی معمولاً خود ارضایی میکنن. در چنین افرادی میتونیم احتمال اختلال تماشاگری جنسی و یا به زبان ساده چشم چرانی رو مطرح بکنیم. اختلال تماشاگری جنسی یا چشم چرونی یکی از انواع انحرافات جنسی میباشه. خب بذارید ببینیم چشم چرونی یا تماشاگری جنسی چیست؟ چشم چرونی عبارت است از اشتغال ذهنی مکرر با تخیلات و اعمال مربوط به دید زدن افراد برهنه یا کسانی که در حال تعویض لباس خود یا انجام یک فعالیت جنسی هستند. این افراد معمولاً غریبه و یا بیخبر هستند. ببینید تماشای صحنه‌های پورنوگرافی با این اختلال متفاوته، زیرا فرد در معرض تماشا بی‌خبر نیست، یعنی اون هنرپیشه پورن میدونه که داره چه کار میکنه و مورد تماشا قرار میگیره. به طور معمول در حین عمل دید زدن کسانی که این اختلال رو دارن شروع به خودارضایی میکنن و این افراد رابطه جنسی با فرد مورد نظر رو در ذهن خودشون تخیل میکنن. اما این عمل در واقع برقراری رابطه جنسی، تلاش برای رابطه جنسی به ندرت صورت میگیره و بیشتر در ذهنشون انجام میشه. در حالت شدید اختلال انحراف جنسی چشم چرونی فرد به ندرت رابطه جنسی برقرار میکنه و تنها عمل جنسیش همین خودارضایی در هنگام چشم چرانیه. آغاز چشم چرونی معمولا در زمان کودکی و پیش از سن 15 سالگی روی میده و سیر اون گرایش به مزمن شدن رو داره. چشم چرونی در مردان شایع تر. بسیاری از تماشاگران جنسی در عین حال اختلال عورت نمایی جنسی هم میتونن داشته باشن. اغلب مردان اگر فرصت دید زدن یک زن رو در حال تعویض لباس داشته باشن از این کار ابایی ندارن و چشمان خودشون رو نمیبندن. مردی که فرصت دید زدن یک زن رو داشته باشه و این کار رو انجام بده یک چشم چران محسوب نمیشه، زیرا این کار باید تکرار شونده همراه با اجبار درونی و انگیزه شدید باشه. چشم چرون ها معمولا کوچکترین کودک خانواده هستند. در مقایسه با سایر متجاوزین جنسی و گروه کنترل، چشم چران ها دارای خواهران کمتری هستند و روابط خوبی با والدین دارند، اما والدینی دارند که روابط زناشویی خوبی ندارند. چشم چرون ها اغلب از نظر اجتماعی و جنسی رشد نیافتن، نسبت به سایر گروه ها دیرتر وارد فعالیت های جنسی میشن و نسبت به گروه کنترل و سایر متجاوزین جنسی کمتر احتمال داره که ازدواج بکنن. هرچه یک چشم چران تجربه جنسی بیشتری داشته باشه احتمال بیشتری داره که رفتار دید زدن بیشتری داشته باشه. بعضی شواهد نشون میده که چشم چرون ها آمادگی بیشتری برای درگیر شدن در سایر انحرافات جنسی مثل سادومازوخیسم و زوفیلیا دارن. اگرچه چشم چرونی در زنان نادره، اما شواهد نشون میده زنان هم تمایل به دید زدن مردان دارن. در یک تحقیقی که فرایدی در سال 1975 انجام داد، با زنانی از سنین و با سبکهای زندگی مختلف مصاحبه کرد، از نوجوان تا بازنشسته، و متوجه شد که زنان تخیلاتی درباره دید زدن ناگهانی و یا نگاه دوزکی به مردان رو دارن و در بعضی موارد در عمل نیز رفتار دید زدن از خودشون نشون میدن.
طبق نظریه‌های یادگیری، انحراف جنسی چشم چرونی وقتی به وقوع می‌پیونده که فرد فرصت چشم چرونی رو پیدا کرده و متعاقب آن در حالی که درباره تجربه خود خیال پردازی می‌کنه خود ارضایی بکنه. بعضی شواهد از این نظریه حمایت می‌کنند. 50% چشم چرانها گزارش کردند که پیش از آغاز رفتار دید زدن اونها باور داشتن که رفتار جنسی معمول یک گزینه برای اونها نیست و بنابراین اونها به خیال پردازی درباره سناریوهایی که باور داشتن دستیافتنی تر هست مانند دید زدن می پرداختن. علاوه بر این 75% چشم چرانها گزارش کردند که سناریوی جنسی که اونا در هنگام خودارضایی دربارش خیال پردازی میکنن بازتاب اولین تجربه دید زدن اونهاست. خب اگر بخوایم ملاک تشخیص اختلال انحراف جنسی چشم چرانی رو بررسی بکنیم، باید بگیم که 2 محور در هنگام تشخیص باید وجود داشته باشه. الف، وجود خیال پردازی های برانگیزاننده جنسی، امیال جنسی یا رفتارهای برگشت کننده و شدید مربوط به عمل مشاهده کردن یک شخص بیخبر که برهنه بوده یا در حال برهنه شدنه و یا در حال انجام عمل جنسیه به مدت 1 6 ماهه. و به خیال پردازی ها، امیال جنسی یا رفتارها موجب پریشانی یا اختلال عمده بالینی در کارکرد اجتماعی شغلی یا سایر زمینه های مهم می شوند. در رابطه با درمان این اختلال الان 2 سبک درمان هست که بسیار می تونه در این رابطه پاسخ بده. یکی درمان رفتار گرایی، رفتار درمانی از طریق حساسیت زدایی منظمه و تغییر شرطی سازی ذهنه و دوم روان درمانی تحلیلی و پویشی برای حل ریشه های شکلگیری این معضله.